دوستای بی‌نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع یارستم. امروز 21 دسامبر سال 2014 میلادی است و ما شفیع یار در تلویزیون آریانا انترنشنال، در استودیوی تلویزیون آریانا انترنشنال زنده و سلامت مستقیم در خدمت شما قرار دارم. قسمی که شما میفهمین، برنامه ما از قبل ثبت میشه و ما الکترونیکلی ایرا به تلویزیون آریانا میفرستم، اما امروز فکر کنم بعد از 3 سال است که در تلویزیون مستقیما در خدمت شما قرار دارم. دفعه اول که ما در تلویزیون لایف برنامه داشتم، مهمان خانم سجاد در برنامه از اونا بودم که تا هنوز هم سپاسگزارشان هستم. شما امروز میتونین به تلویزیونی که در پایین پرده است زنگ بزنین. البته ای امریکا است، اگر شما از کشورهای دیگر تلفن میکنین باید کد امریکا را از مملکت خود بفهمین که ما او را نمیفهمم و نمیتونم به شما در قسمت کمک کنم. ما چی رقم تلفن ها را میگیرم؟ یعنی میجا هر لاین که آمد من میگیرم جواب میتم. اگر هر کسی که بود که خدا ناکده اگر تلفن شما بدون جواب مان، باز تو فکر نکنید که بیادر ما چون در مخالفین بودیم تلفن ما را جواب ندادن، رفیقای خدا گرفته بوده از ما را میگرفت که باز ما میفهمیدم. هر کسی که نزمی جا برای ما سیگنالش آمد میگیرم گپ میزنم. یک شعر از بدل یادم آمد تا که شما خدا تیار میکنین که برم تلفن کنین. میگه به آسانی سپند من نکردی جاده خاکستر، به آسانی سپند من نکرد ایجاد خاکستر، تپیدم ناله کردم سوختم که نقش بربستم. یعنی تا اینجا که رسیدیم از کوره راه شدیم و هر چیزی که به دست آوردیم امروز در خدمت وطن و هموطن خود قرار دادیم. زندگی شخصی خود محدود ساختیم و هر چیزی که در اختیار دارم در امیجا قرار دادیم که اگر بتانم هموطن بیچاره خود در افغانستان کمک کنم. امروز افغانستان در آستانه یک انقلاب قرار دارد و ما و شما بخصوص کسایی که در بیرون هستیم باید دست دراز کنیم تا او بیرق از دست هموطنهای خسته و مانده خود بگیریم و به اعتزاز بیاریم تا که وطن خود از چنگال دیگرها، بخصوص کسایی که حتی گرده اطفال ما را میفروشه، نجات بدیم. ما منتظر تلفن شما میمانم، اما ایتا نیست که دیگه ما قرار بشینیم که اگر تلفن نامدک هیچ برنامه نباشه. یک شعر دیگه برای شما از بیدل میخوانم. هیچ کس را در محبت ننگ ام چشمی مباد، هیچ کس را در محبت ننگ ام چشمی مباد، در هوایت هر که گرید دیده ام تر می شود. شفیع یارستم بفرمایید. آقای شفیع یار سلام پر محبت برای شما میفرستم. سپاس میکنم. ما قاسم اعلام هستم جانم. بسیار خوش وقت بود، من نمیخوام صدای ما میه برای شما یاد کاملا بسیار خوب میه. بله، و یک موضوع بسیار عالی بود امی که لایف آمدین در برنامه، ولی که دوستا سوال هایی دارن، شما مثلا جواب هایی دارین، لحایی دارن یا ندارن یا انتقادات دارن. ولی پیش از اینکه من تمام حرف خود بزنم، از تمام دوستایی که در روی لاین من آرزومند ازی هستم که با زبان واقعا اخلاقی برخورد بکنن. البته من با شما در بسیاری مسائل هم نظر نیستم، با بس هم نظر هستم، اما مانا این زیب نداره که من باید با کلمات زشت یک برنامه را اخلال بکنم. ولی که من تجربه سابق از خود دارم، از برنامه های خود دارم، دوستان می آمدن
اگر گله داشتن، اما با توهین شروع میکردن. و من آرزومنده امی هستم که دوستا نباید با او کلمات برخورد بکنن که شان یک افغان نیست، شان یک انسان نیست که دفر رو من خدا کم بیارن. به هر ترتیب سوال من ایست که برنامه های شما چرا از بری که شروع برنامه شما از یک دیدگاه دیگه بلند شد؟ بله. یک مبارزه ضد خرافات بود. بله. اما یک زمان دیدیم که این مبارزه ضد خرافات آهسته آهسته به اصطلاح فروکش شد، دوباره رفتیم به سمت مسائل سیاسی افغانستان. بله. درست است مسائل سیاسی افغانستان هم مهم است و سمت خرافات هم که جامعه ما را به اصطلاح کوبیده، و مهمترین ای که ما از امون جامعه خرافاتی و این بنبست سیاسی رسیدیم. و نظرم ایست که اگر شما امو دامن خرافات و خرافات پرستی را کوبیدن بگیرین، بهتر است از این دامن سیاسی را بگیرین، چون میگن آب از سرچشمه خیر است. شما سرچشمه را پاک کنین طرف به اصطلاح پاک تر شده میده. من افهم نظر شما طریق تلویزیون میشتم و باز هم به شما تشکر آقای آنان، سپاس میکنم از تلفن شما. البته در قسمت هموطنا که چی رقم برخورد میکنن مربوط از اون هست و ما کدام باک از این ندارم که اگر کسی در تلویزیون نظر خدا باد دشنام ابراز کنه. اگر دشنام اقدر احترام یا آبروی در خود داشته باشه که ما بتانم در صفحه زنده بمانم، حتی امور هم اجازه میتونم. اگر دشنام او خدر بی آبرو باشه که در خانه مردم باید نگذارم بره، قیدش میکنم، نمیمانمشه. اما آقای انان، خرافات مملکت ما، باشین که قطع بکنم، خرافات در مملکت ما انها و اقسام مختلف داره، اما دو مشکل در مملکت ما همگون است و هم برابر هم وزن است: مشکل سیاسی و مشکل مذهبی ما. مردم ما از دین بسیار کم فهمیدن یا زیادتر از او بسیار اشتباه فهمیدن و این ما را در کجراها انداخته. ما کاملا یک چیز دیگر از دین گرفتیم. ما وقتی که قرآن نخوانده بودم واقعا من نمی فهمیدم. ما فکر میکردم که ولی نمی دین است و ما از دین خود بسیار فاصله گرفته بودم. ما فکر کردم که ولی دین قابل از این است که آدم امرایش باشه. اما بعد از اینکه ما قرآن خواندم فهمیدم که این دین با اساس قرآن نیست، از این دین باید فاصله بگیریم و ای را تبدیل بکنیم، دوباره ببریم دین در جایی که قرآن پاک است، در دینی که پیغمبر پیروی میکرد، در دینی که پیغمبر بر ما مژده از او را آورده بود. این حاله یک مشکل کلان در جوامع اسلامی به وجود آورده و مشکل دیگه مشکل سیاسی است که اردوی زینا با هم در پیچیده. بدون از این که اردوی شفا کنیم یک شنه میتانیم. امروز با استفاده از اونمو دین سیاست افغانستان مردم در اسارت خود گرفتن، باعث قتل و کشتار مردم ما شدن. اینی 35 سال زیادتر از 2 میلیون افغان ما کشته شد و ای در تبانی یک دین با کجراها رفته و سیاست خیانت و وطن فروشی انجام یافته. بنان اگر اردوی زیر پاک نکنیم، او دیگهش که پاک نشده دوباره میایه و ناپاکی دیگهش مروج میسازه. بنان ما مجبور استم در اردوی زیر جبهه جنگ کنم. شما کلمه فروکش استفاده کردین که برنامه ما گویا فروکش کرد از مبارزه با خرافات. ما او تو نمی بینم. دوست عزیزی که شما تلفن میکنین برم، کش کنین سوالتان کوتاه باشه و ما کش میکنم که از یک دقیقه زیادتر سوال جواب شما نباشه. شفیع یار هستم، بفرماین. سلام خدمت شما آقای شفیع یار، خوشحال هستم که شما امروز لایف در تلویزیون میبینیم. سپاسگزار هستم. من میخواستم بگویم که مشکل اساسی افغانستان با پاکستان از نظر این جانب مسئله خط دیورند است. تا زمانی که ما این مسئله را با پاکستان حل نکنیم و این خط دیورند در نظر نظامی، اقتصادی، اجتماعی
و حتی همجواری با پاکستان. تا این مثلا نشه ما این مشکل با پاکستان همیشه خواهیم داشت. و پاکستان با قدرت نظامی که داره، با قدرت اقتصادی داره، با پشتوانه بین‌المللی که داره، نمیتونه، نمیخواهد یک بجه از خواب خوده ملحق به افغانستان بشود. و این کار باید افغانستان یکسره کنه و بعد از این ممکنه فصل دائمی در افغانستان برقرار شده. نظر شما رو میخواهم. تشکر. سپاسگزار هستم. ما فکر میکنم که برای فعلا ما یک مشکل کلانتر از دیوران داریم. جنگ حالا در بدخشان است، جنگ حالا در مزار است. پاکستانی ها متوجه یک مسئله شدن که اکثر معادن مملکت ما در شمال است. مشکل ما حال خط دیوران نیست، به خاطر که او را یا گرفتن حال پیش آمدن. در واقع جنگ از مناطق جنوب و شرق مملکت همچنان پیش تر آوردن. جنگ حالا در بدخشان است. پاکستانی ها آل در سر عظیم جنگن که چطور کل افغانستان بگیرن تا که تمام معادن ما را در شمال مملکت بگیرن. بنان بر از که ما مملکت خود نجات بتیم با تی پاکاری را از شمال جدا شروع کنیم. از نقطه نظر فیزیکی و ای پاکاری را باید شروع کنیم از این اینجا که نمی مبارزه علیه خرافات و علیه سیاست های خائنانه و وطن فروشی است، تا که ما بتانیم ای قسمت بدن وطن خود پاک کنیم. ای یک مریضی است که در واقع از جرم چکده آلوده ساخته مملکت ما را تمامشه. این میکروب باید پاککاری کنیم از سمت شمال مملکت خود، از سمت غرب مملکت خود، از سمت شرق مملکت خود، از جنوب مملکت خود. ای جنگ دوباره ببریم در اوسن سرحد، در صوبه سرحد، بعد از این جنگ ببریم طرف لاورپندی، طرف اسلام آباد، تا که پاکستان حاضر شه که یک قسمت خاک ما را که اینا خائنانه در زیر دست خود گرفتن اعلا بکنن. در غیر از او اینا او قسمت فکر میکنن که قرد کردن، در فکر قرد کردن بخشای دیگه مملکت ماست. شفیع آرستم بفرماین. سلام علیکم شفیع جان. سلام علیکم دوست عزیزم. بشیر هستم از انگلند مزاحمتم. آقای بشیر خوش میاین، بفرماین. علی یک سوال داشتم راجع به فکر کنم دو هفته قبل بود راجع به کابل بانک. بله. شما میتو با صراحت، البته من بی‌طرفی میخوام که شما گفت کنید. بفرماین. همین محمود کرزایی گفتیم والله ای تو کده ای تو کده، همین بیادر فهیم از او یک کم جانبداری کرده. چطور یک کم؟ یا واضح بسازم چون که ما باید بفهمم که چطور جانبداری کردم. خلاصه نه به نظر ما به خاطر کسی اندیوالات میشنو. بله. گفتم که شما همین تو منصفانه گفت نزنیم والله گفتیم بیا کیس هستی بفهیم بیا در تیوی همین تو بیان کو گفت که پیتر چی که دیافت میدی متوجه شدیم. بله. منظوریم همین است که شما باید بسیار منصفانه، ولی با قدرت منصفانه گفت میزنیم، باید کل چیز منصفانه باشه. این همیده کاملا. خلاص. سلام علیکم. سلام علیکم. سپاسگزار هستم آقای بشیر. در قسمت کابل بانک یا هر پول دیگه که از مملکت ما دزدیده شده، هر سرمایه دیگه که از مملکت ما دزدیده شده، هر کسی که این کار کرده یا خیانت هم مرتکب شده. آقای قسیم برادر مارشال فهیم اگر اینا در این دزدی حصه دارن، اگر آقای محمود کرزی ده یه صداره، اگر خانم شکریه بارکزو یه صداره و یا هر کس دیگه یه صداره، اینا جز دزدی کدام کار دیگه نکردن. اما زیادتر منظور ما شاید دوجه بوده باشه که شما میبینین حکومت افغانستان امروز آمده یگانه کیس را که اینا میخواین در محاکمه ببرن مسئله کابل بانکه. تمام دزدی های دیگه که در مملکت شده توسط دوستا و رفیقای خودشان که با هزارها میلیون دلار است، از اونا کسی گپ نمیزنه.
آقای محمود کرزی باید دیجه مجازات ببینه که چرا از آقای اشرف غنی دفاع نکرده، یا آقای قسیم برادر مارشال فهیم. اما اینی یک چیز بوده که ما در وجه منظور داشتیم شاید، اما از نقطه نظر ما اگر منظور شما ایست که گویا این دو نفر خیر است که دوزی کرده منطقه او دیگر ها مکمشه، تو منظورم نیسته شفیع عیرستان. شفیع عیرستان بفرماین. بله آقای، سلام علیکم. سلام عرض میکنم. سلامتی شما را میخواییم از خداوند تعالا، خوشحال هستم که شما را لایف بیرون در برنامه. تشکر. و هم بهش هم منتظر ازی بودیم که لایف بیرون شما را در برنامه تشکر. و ما همیشه از برنامه های لذیه از برنامه خوش و خوب شما لذت میبریم. منتظر ازی هستیم همه یک شده که تا برنامه شروع تشکر. تا برنامه شما شروع میشه و لازم میخواستم که امی کمکی که اگر در برنامه شما ما بتانیم بکنیم، هم تلفون نمره بانکی شما را همون را اگر در صفحه تلفون تلویزیون دادید. چرا نه، امی تلفونه که امیال هست از استودیوی تلویزیون آقای مسکینیان. شما میتونن اگر با کرید کارت کمک میکنین برنامه های بعدی مرم میتونن که تلفن بکنین $2,500 یا $500 برای برنامه کمک بکنین، ولی باز با ما تلفن کنین. بخاطر در برنامه های ما تلفن 714 هست، اون نمره تلفن هم هست، بگوین بخاطر در اینجا احتمال دارم متوجه نشن که به برنامه ما کمک شده. بنابراین ما وقتی که بله خودم میپردازم باز میفهم که شما به برنامه ما کمک کردین، باز ما میتونم که او را از پرداختی که ما میکنم معانه بکاهم. تشکر میکنم. شفیع عیرستان بفرماین. آقای از لندن صادق قرباق، السلام علیکم. السلام علیکم برادر گلم. برادر گل تبریک میگیم بساخر اسم چیز دانا نکردی که امو بدون سرحد سرحد آباز نبودیم به دروازه آباز نبودیم زنده باد خانه تباد وزنی چیز کمارت هم اولا آدمی دوستاشتنی هستیم اگر تاتا قطر بشینا یعنی قابلی چیز هست خوش گذر هست خطا کن برنامه تا هم نکابل سعید هست و نکابل اراد هست و آفرینش بسار یعنی زنانه بدمان پیش میکنیم کسی یک دیگه وقت از کوتا میسازم یعنی میده که که امامت کلیم گاش بپر مرمات بکید بیبی عبدالله فهیم قانونی کرزی اینا کلیگی دوستم اینا کلیگی قاتلی نسن ازم اسلامی هم و طالبه هم طالبه ده قرآن جانه داره ازم اسلامی ده کو جانه داره و اینا امروز می حکومت داری می پوره پالی اینا اولام انگلیسان می لگزه دوستم چی و چیز بیشتر ده برنامه یاقای شلواری اینا گفتن عبدالله بسار کبیر سجدچی جنگجوی یعنی مانا دوستمش باید مقابل است و ما گفت میگه گوش خط نان است یعنی مثل مطمئن مملکت آینده از اینا شطر میشه شما تالی در خوب هستید و شما این رمی این داشته باشین چل لین تلیفون دارید اگر بیز لین اون داشته باشین نوبت نمی رسه ایت کتا تشار است چل لین آیتا واقعا برنامه خوش شده اما اسلامی لیلمان احترفات شد ملت سنتی است یک در احساس بود دی موضوع درائی بسا تالی لخوب میکنیم و مظلوم آینده سوال میکنیم یعنی می ماما ایمان حق کنیم برای خدا عبدالله آمد تو سات نفر کسی پیست مقابل شیخ جنه ادخار یخ این افتاد از آن نفر قاتل کرده خودش قاتل است کرده خودش قاتل است که این دوزر با چند خیلی شروع کردن یک بسکنده بگوی این واضح این که پاکستان یا تا بسین رزی نسی کو بیر سال شده در انگلیسان آمده پنگانی لگی شون کمون نمیشه و اینا پنگانی لگیم دادا و یک کساد مشهور از پاکستان مرسم نمیتن یک کلی جنه ادخارا از بس مرچیز است که کسی نبرم قابل افعالی است بوش رمسفیر د چینی و کلنگانی چیز از یه دونی پلیر از پاکستان از انگلستان اولین جنات داغا اینا هستن و باری دو من عربانستان اما را بچی جنجا لفکا کدر این کسی سی سال شده برای خدا کل یتیم شده بیوا شده زن شده خون میرزن از خون قبیل کلی قبیل اصلا از نیم که واجب القتل هست دروغ نگه چی شده مو بانک اروز از این بانک قبل با یاد کنه رفت نگی این برادری که زی چی شد فهیم چی شد اروز باید بانک بانده چی کده پشتر شده چی ادام شده چی محکمه شده پس مازی داد یک نور زاد و گم شد شکر آقا یا مازی دیکا وقتی رسیم آقا میخایم زنده باز برنامه ایتم مامت اما تا قدرت میگیرم یه وطن رو باید نجات بدهیم. کسایی که خیانت کرده چی ما بگویم چی نگویم خیانت کردن،
چی ما بخوایم چی نخوایم وقتی که او مردم بخیزن، افغانستان در آستانه یک انقلابه. و این را ما با مذاق نمیگم، شما دیدین ریزگل خیست 25 طالبه کشت برش فامان که بچه مره کشته نمیتنی. اگه دیگران میموند که بچه هایشو بکشی بکش، بچه مره کشتی توانش میتی. و ما در افغانستان مالا مال از خشونت استیم، 35 سال اولاد ما را کشتن. و از کدام سومیان میکشن؟ از پاکستان اکثرش. و این ما را پیوند میزنه، پشتون، ازبک، تاجک، کلگی ما. کسایی که به این مملکت خیانت کردن بهتر است که در خط اول استادشن جبران کنن برای نجات از این مملکت. امروز ما کل ما باید هم دستشیم برای نجات مملکت. ما نمیتونم که بگویم که بد بودی بد بودی بد بود، اما در این زمان نمیتونم بگویم که شما که دوزی کردین چون شما زوراور هستین پس شما دوز نیستین. اما اینی ترکاری فروش ای دوز است، نه امو که گفت که قصابه که دیجه هست ولی ای را خوزدن هم میتانم، اما اینی ترکاری فروش هم میتانم برات بزنم. خوشحال شدم تو سه عزیزم. شفی ایر هستم، بفرماین. میتانم که چون که بزنم؟ خودم هستم کاملا. آی شفی ایر، سلام علیکم. بفرماین. سلام علیکم. ما بسیار احترام برتان دارم و شوهایتان هم میبینم و ما یک چیز بسیار دیگر خون شدیم که هر وقت همی جفلای جوان و پیر زن بیچاره ما کشته میشن. بله. و دین اسلام و قانون اساسی مملکت ما را دین اسلام موندن و او قانون اساسی اصلا یک ازار چند صد سال پیش بود، چطور کان داره در یه اصل زمان همون قانون ما عملی کنیم؟ و عملی کردن شما نیست که هر روز جوان و پیریز طفل مادر و پدر ما کشته شود. بله. من هم اینه میخواستم جوابتین برمان این امکان داره که در قانون اساسی مملکت و دین اسلام 1500 سال پیش باشن. خب اگر شما 100 سال پشت سر بردین 1400 سال، اما ما خودم فکر میکنم که اسلام اگر ما بتانیم دین نگاه بکنیم که دین است و سیاست از این جدا بکنیم و نفع ممالک ماست. امروز تمام سیاست های آلوده و آگنده از آلودگی را در دامن اسلام ریختن و از اسلام سوء استفاده میکنن. از نقطه نظر قانون اسلام یک قانون کامل برای جوامع امروز ما نیست، نمیتونه جوابگوی تمام مشکلات های ما باشه. بنابراین ما باید تلاش بکنیم که دین خود پاکیزه نگاه کنیم. اگر در قرآن پاک چیزهای است که خداوند امر کرده برای ما و شما و امروز او در جوامع ما میتونه به درستی استفاده شه، به درستی استفاده بکنیم. در غیر از او قرآن پاک برای از این نامده که ما در مشکل بفتیم. فیهم در قرآن پاک آیات است که ما اسلام یا قرآن به شما رایی نکردیم که شما در مشکل بفتیم. ضروریات جامعه امروز خدا ما به اساس قرآن و بر اساس قانون و فرهنگ امروز که میتونیم باید جواب بدیم. شفیع ارسم بفرماین. شفیع ارسم بفرماین. شفیع ارسم بفرماین. السلام علیکم آیار صاحب. سلام علیکم دوست عزیز. سلام علیکم تاسو ته وانی کوم. سپاسگزار هستم. ډیر خوشاله یم چې تاسو په تلویزیون په مخ کې وینم. تشکر. زه یو نظر لرم د افغانستان په حق لا زما نظر دا دی چې افغانستان کله افغانستان آرامیږي. افغانستان هغه وخت آرامیږي چې زموږ خلک هغه خلک چې د طالبانو په کورونو کې ساتي او دوی ته ډوډۍ ورکوي، دوی ته شپې ورکوي، دوی ته ځای ورکوي. دغه خلک د حکومت لاره او د خلکو د لاره د دوی کورونه باید وسوځول شي چې بیا دا کار ونه کړي. هر څوک چې وي چې طالبان په خپل د دوی په خپل کور کې ساتي، ډوډۍ ورکوي او دغه طالبان د خلکو وژني او مملکت ورانوي، د دوی کورونه باید وسوځول شي. زما په نظر دغه یګانه لار دی. زه ستا نظر هم په دې اخله غواړم.
تشکر دیر مهربانی ریاست. سپاسگزار هستم دوست عزیزم. اولین خانه که در افغانستان باید در بگیره به این خاطر در خانه حکومت افغانستان است. اینا از 13 سال به این سو این خانه را از طالب پر کردن. این گپ شما درست است. تا زمانی که در خانه که طالب از در نگیره این مشکل حل نمیشه. اولین خانه خانه حکومت افغانستان که 13 سال اون آدم کلاه قرقلی پوش این از طالب پر کرده بود. حالا آقای اشرف غنی از طالب پر کرده و این خانه های ذهن ماست که برای ما فهماندن که طالب ها برادر ماست. از این خانه باید آتش بزنیم بیرو بکشیم این نوکرهای آیسایه. از خانه حکومت، از خانه ارتش، از خانه پلیس، از خانه وزارت های مملکت خود اینا را آتش بزنیم. به خاطر که در خانه ای اطرافی های بیچاره ما که اینا در آمده با پشتیبانی حکومت در آمدن این خانه را سختتر میتونیم در بتیم و باید کوشش کنیم خانه یکم وطن بیچاره خود در نتیم تا زمانی که مجبور نشیم. یعنی ما کوشش نمیکنم خانه یکم وطنم که طالب او را سوی استفاده کرده در آمده در بتیم، اما کسایی که دست داره بدون شک. خوشحال شدم از سوال شما. شفیع ایارستم بفرماین. شفیع ایارستم بفرماین. درود بر شما آقای شفیع ایار. یک آدم کناره و گوشه که هیچ وقت نتانستم به استودیو برسم و یا با شما افتخار صحبت داشته باشم. امروز خواب نه واقعیتش که به حقیقت پیوست. افتخار میکنم که با شما روی لین هستم. امان کیوان. آقای کیوان بفرمایید. امیدوار هستم صحت باشی. واقعیتش که برنامه های جای خود داشت، ولی ای که باز روی روی با دوستا با هر کسی، ای خوب است که آدم گفته های خودت در دل خودت در میان بگذاره. امیر میگن دموکراسی، ولی از توصیه برادر اولی از توصیه حکیمانش اظهار امتنان میکنم که این صحبت باز ارتباط میگره به افراد و اشخاص و به زبانی که کدام زبان چه قسم جمله را از بیرون میکنه. این مطمئن باشیم که مزیاد کوشش میکنم اگر چه سخنور خوب نیستم. اما کنون مگر بسیار کتام مدر انداخته ویست که شما طبق مقررات گراستیان شما به حق هستین یک دقیقه یا دو دقیقه وقت گذاشتین. ما ایرا احتراما قبول میکنم، اما به دفعه اول ایارای بزرگواری را و یا ای گذاشته می داشته باشن که اگر یک کسی مثل ما اول دو دقیقه گپ بزنه با زراینده یا کم گپ بزنه یا ایت که نمی فهمم کارم بگوید. و ما می خواهیم امروز روی بسیار مسائل که پیش ما عمده و مهم است، اگر اجازه شما باشه به دو دقیقه ما بتانم او را مطرح بکنم. بعد از اون باز انشاءالله که عرض درست میشه. خب دو دقیقه زیاد است، خوش کنیم که یک دقیقه. به خاطر ما امروز در واقع برای یک سلام آمدیم. اگر شما دو دقیقه بگیرین و بخصوصی سوال باشه ما باید یک کم گپ بزنم و شما یک آدم فلسفی هستین. اگر شما به دو دقیقه گپ بگیرین ما به پنج دقیقه گپ بگیرین. برحال من وقت هیچ حرف ندارم. بفرمایید. حرفای زیاده باز اگر شما خواستین که تلفنی من نتانستم زیاد من احترام گذاشتم ولی که مصروف بودین. برادر عزیز حرف اساسی سر عزیز که آیا مو حرف اولی برادر من است که اسلام میتونه مشکل حل کنه، یعنی این حرف با شما فلسفی حل نمیکنم در میان نمیگذارم به خاطر از اینکه مشکل است و ما خوشا به حالتان که شما هم تا او حد تانستین در مقابل عزیز این فروشا مبارزه کنین، ولی یک سلسله باریکیای داره. من او بحث با شما نمیکنم که آیا ناجی عالم بشریت همین اسلام و قرآن است و یعنی تر از اون بحث میکنم، کار میکنم و ان شاء الله مشنویم. ولی آمدیم راجع به رضی که آیا یک انسانی که کاملا بیغرض یا بیغرض نه، منظورم ایست که بی جهت سیاسی، یعنی در کجای پیمان نداشته باشه، مثل من که داشتم و حال ندارم. شما هم نشون میدین که من یک آدم پاک و صاف حال هستم ولی از گذشته های خود
پشیمان هستم که اگر الان برام گفتم با گل بودیم ما عملا با اونا کار کردیم و یا با سیاه با اینا و اگر فرض کنیم اونام یک مدتی گفتم من این اشتباهات خودم میفهمم و با اینا مردانوار مبارزه کردیم. من سوال بلی است که اگر انسان طور طرفانه قضاوت بکنه تا جایی که از صحبت شما معلومت محال پایین نمگذارم که درست نیست و او صحبت شما نمایانگر و امو موزیگیری شما هست به این می جهد مثلا دوست ما گفت که شما از فهیم و از فلانی و از فلانی و شما گفتین که نه ما چه بگویم چه نگوییم ولی نه باید بگوییم اگر نگوییم و مو ایسا مثل که من برای شما سوال کردم که چرا سیاف هم یکی که دستای جماعت میکنیم و از گلبودین نه درست شما دلیل گفتین ولی من میگیم که اشرار اشرار است دشمن دشمن است زد دین است خراب و یانگر و یانگر از ولو علا اکبر گفته باشه یا او را همونطوری که بارها به گفتیم برحال من این موزیگیری شما را یک دارم من میخوایم مشخص شما مثل من که من میگیم یک آدم کور دیده بودیم و آل نه هندو هستم نه مسلمان نه یهودی هستم نه مسیحی یک انسان هستم که به خود به مردم خود میاندیشم هیچ نه به مذهب و دین و تفرقه و قوم و نژاد و پشتون و فارسی و این آن به من مطرح نیست اینه طور اگر بود حتی یک آبه ما میگیم که حتی مسلمان نیستم فضل خداست این نه که من نفرت دارم من احترام میگذارم ولی نه همچون مسلمان ها این ما گفتیم بارها ثابت شده که بگم من شما شنیدین اینه طور موزگیری های شما اگر مشخص شوه مبارزه شما مؤثر مفته زیادتر مؤثر مفته ولی ما هم در مقابل شما همکار خواهد بریم در غیر از او من خب عملا میدارم که میبینیم که شما به کجا میرین و چه میگین مثلا شما کلپایتان درست است که پشتونا این آن ولی او ظرافت شماست که ادا میکنین او را من میدارم که من دریابم که شما با چه ظرافتی میتارین بکوبیم برحال این نوزیگیری مشخص شما را میخواهیم مثل خودم که من میگم که یک آدم نه مسلمان نه یهودی نه کافر نه این نه آن مردانوار در مقابل کسی که الله اکبر گفته خیانت کرده و یا هورا گفتن او خیانت کرده ما مقابله کردیم شما اگر نمو زمان میکردین خود بندی نمی ساختین من نزدیک بودم که بندی شام ولی نخواستم من این حرف با آقای امیری گفتم که شما آیا خیانت نکردین که شما در تکسی تان سلار می بودین به اشرار و امروز از دست از امو اشرار شما گیان میکنید معذرت میخوایم آقای کیوان چون که دیگه دوستا باز قار نشم که دیر وقت گرفتیم برای شما ما خوش دارم که یک روز دیرتر بشینیم گپ بزنیم زیادتر اما شما بخیر جواب سوالتان رو برای من دادین من نمیفهم که چرا ما باید جوابتون رو اگر نگویم حتمی شما ناراض میشین که سوال ما جواب ندین گفتیم من یک زمان هورا میگفتم یک زمان کت گلبودین علاوه اکبر میگفتم پشیمان هستم حالا ما چی کنم شفیع یار؟ با کدام زبان شما را بد بگویم؟ اما از این سو مملکت ما در خون غرق شده میره داتش سوخته میره خرمن مملکت ما من خودت کار دارم آقای کیوان امی آقای فهیم قسیم امی آقای محمود کرزی امی هر کس را که شما یاد میکنین ما نمیتونیم که از خیانتهای زیاد چیمپوشی کنیم اما امروز یک مشکل کلانتر داریم از گیر پاکستان چطور خود خلاص کنیم اگر ما ماکم بگیرم دیروز خونه خودت گفتیم حالا که ما الله اکبر گفتیم همراه گل بودیم او را گفتیم همراه ترکی خب ما هم حالا دیگه خودتا باید هر چی که بعد میتانم بگویم اما در این زمان میگیم که امروز پشیمان هستم امروز میخوایم که به اینی رقم خدمت کنم ما کارتان دارم شما من کار دارین ما باید دست یکی دیگر را بگیریم از این خاطر است که من نمیتونم که با گذشته بچسبم ما یک لشکر هستیم که با پیش میریم برای نجات از این مملکت از این خاطر بسیاری وقتا گذشته را با هزار تأسف باید با گذشته بگذاریم یا حداقل در گوشه کله خود بگیریم اما پیش بریم که دیگه کشته نشیم دیگه غرق نشیم و دیگه آتش نگیریم شفیع یارستم بفرماین شفیع یارستم بفرماین آقای یار سلام میکنم ما تقدیم میکنم مالیار قاصد هستم آقای مالیار سلام عرض میکنم بسیار خوشحالم که امروز شما را در یک جادیز و طرفه میگیرین و من یه اولین پروگرام شما را به شما تبریک میگم تشکر
میگه به مرد کندن تو همتر فرهاد نتوان شد به مرد کندن تو همتر فرهاد نتوان شد زهرباب ونر از در یکی مشهور میگردن واقعا که پرگرامای شما از جمعه پرگرامای بچار مشهور و زیبانتم کس شد و همی که شما در شروع پرگرامتان از قیده جان تشکر کردین آدم با خود هستین واقعاً سهدیان شما را دکتر یونس هست دکتر آغازی در این پرگرام آورده خدمت کرده از این پاس شما بسیار تشکر و مرجان خوش هستم که داینده با شما صحبت میکنیم من امروز وقت دانه نمیدی رو میگه بکرد با شما و فرهاد و به شنواندگان تبریک میگم شما را روبرو میبینین زنده باشین پرگرامتان سرفراز باشن سپاسگزار هستم آقای ملیار شما همیشه لطف کردین شفیع عیار هستم بفرمایید سلام آقای شفیع عیار سلام عرض میکنم من با شما بینندگان محترم همینطور همکاران عزیز سلام خدا تقدیم میکنم آقای شفیع عیار من یک سوال داشتم از ایران تماس میگیرم من برنامه شما را بسیار دوست دارم سوال من این است که چرا اگر امی کشته شدگانی که بچه های نظامی پاکستان که الان کشته شده آیا افکار نظامی پاکستان را تغییر خواهد داد؟ سوال دوم همی است که اون پوید مطنان پشتون اینه که مثلا بر علیه مثلا پاکستان حرف میزنه چرا اوبیتش یعنی همو پشتون بودنش از پیشش گرفته میشه که یعنی یه جور یه رقم در افغانستان مثلا نانمود بشه که همین اصلا پشتون نیست یعنی در صورتی که کاملا پشتون است پدرش هم پشتون است مادرش هم پشتون است ولی بالاخره آیا ایسایی که یه پاکستان که گفتم اما پشتون بودنش از پیشش گرفته میشه یا با توسط افغانه یا از کسی دیگه نمیفهم فقط میفهم که پشتون بودنش از او گرفته میشه تشکر آقای یار بازم خوشحال هستم که شما رو یک بار دیگه میبینم خیلی خیلی تشکر خداحافظ سپاسگزار هستم اولی که آیا کشته شدن 130 چند نفر شاگرد مکتب در صوبه سرحد که اولادای مردمای قدرتمند پاکستان بود نظر از یاره در قسمت افغانستان تغییر میتا به هیچ وجه نه این یک منفعت بسیار عمیق است که پاکستان در افغانستان داره منفعت تریاک بیلیون ها دلار به پاکستان بخصوص برای ایسای به وجود میاره یا بدون ازی در یک مزیقه مفتن ما یک دفعه در برنامه میفتم که در جنگ افغانستان و پاکستان در این منازعه که امروز در این منطقه وجود داره داخلش یا افغانستان زنده میمانه یا پاکستان زنده میمانه پاکستان بر زنده ماندن خود باید ما را اسیر خود بسازه بناهن کشته شدن نه تنها اینا بلکه کشته شدن هزارها نفرشان ذهنیت مردم هم میتونه تغییر بده اما در تغییر ذهنیت کلانایشان کدام تفاوت بزرگ به وجود نمیره اما میتونه که در دراز مدت کمر از اینا را بشکنانه چی چیز میتونه مملکت ما را زودتر نجات بده منع زراعت تریاک کمر اقتصاد پاکستان را مشکنانه پاکستان از توته باز میمانه در قسمت از این که چون هموطنان پشتون ما که ضد پاکستان هستن بخصوص ضد آیسای هویت از یا گرفته میشه کشته میشن به ارزش میشن از نقطه نظر سیاسی به خاطر که پاکستان خواسته مملکت ما را یک پوستین گلابری شما شپشپر از جواسیس خود بسازن وظیفه جواسیس شان است که پشتون خوب مرا پس کنن از پیش روی پشتون کثیف فروخته شده را در پیش روی بیارن و پشتون خوب با عیس خائن معرفی شه با عیس نوکر هزاره نوکر تاجک نوکر ازبک معرفی شه و در عوض اونو کسایی که میاین و بیرقای سرخ بالا میکنه که مردم دیگه از افغانستان نیست اینا مهاجر در دریای امو گفته اونونا را با عیس پشتونای اصلی میگیرن شفیع عیار هستم بفرمایید شفیع عیار هستم بفرمایید بله سر بفرمایید الو بفرمایید شفیع عیار هستم شفیع جان چطور هستی؟ سلام برسه من شفیع
شفیخویی، شما از ما را گرفتین یا ما از شما را؟ ما شفی انوری. بسیار خوب آقای انوری، بفرمایید. من بسیار خوشحال هستم که امروز من میبینم که بسیاری از مخالفین با شما یک جا شدن. مجبور هستن، ما کلگی ما مجبور هستیم. بخاطر که من بعضی از این دوستان را میدیدم که همیشه یک اندازه مخالفت میکردن و همیشه حال امروز هم نواستن با شما. پیش ازی که پیش برین، هموطنهای ما مثل یک سرمه است، ما مثل یک چشم. او سرمه به چشم باید برسه و میرسه و باعث نجات وطن ما میشه، چون ما برای نجات مملکت خود به یک بینش ضرورت داریم. بفرمایین. دو مطلی که من میخواستم بودم پاکستان که اظهاری ها را میکنه و توانی با امریکا میکنه که کار را بکنه. اگر امریکا پشتش نباشه نمیتونه که بر انتحاری انقلاب کنه. نظر شما چیست به این باره؟ در قسمت از این که پاکستان در تبانی با امریکا میکنه، ما از عوض از او میخواییم یک رقم دیگر بگویم. در عدم حضور ماست که پاکستان مجبور ساخته امریکا را که با اونا یک جای فکر کنه. ما خو رفتیم، ما سازمان های قوی نداریم، ما دست یکی دیگر را نگرفتیم، ما را در جنگ لسانی و نژادی و مذهبی و غیره و غیره مصروف ساختن. اگر ما دست به یکی دیگر بتیم قوی شویم، امریکا را میتونیم قناعت بتیم که کت ما بر علیه پاکستان باشه. امریکا با ما منفعت خود به دست آورده نمیتونه. ما در جنگ با خود مصروف هستیم، چرا امریکا با ما کمک کنه؟ امریکا برای پاکستان تا خودش شور میته، نفرایش کشته میشه. در افغانستان ما برای امریکا مظاهره میکنیم با اشاره چشم آیسای. امریکا زور افغان از طریق دفترهای آیسای میبینه، از طریق ما نمیبینه. رهبرای ما نوکرای آیسای. حکومت افغانستان رو ببینیم، در 13 سال حکومت طالب پرست بود. بنابراین اگر ما در افغانستان یک جاشیم، هوشیارانه برخورد بکنیم، ما میتونیم که امریکا را با خود یک جای بسازیم، از پاکستان دور بسازیمش، وطن خود را نجات بدیم. شفیع یارستم، بفرمایید. السلام علیکم شفیع ایاس. نام فرین است. من از آزادگی زنگ میزنم. من برنامه ایتون از طریق یوتیوب سر میکنم. بسیار برنامه جالب داریم. من توی سلاف هم خوشم شما رو دوباره در چی تلویزیون لایف دیدم. تشکر. من خوشم دوباره شما دیدم. خوافز. تشکر. بسیار تشکر دوست عزیزم. معلوم میشه از طریق فارسی صحبتشان که حتمیده این مواله که بیرون از افغانستان کلان شدن و حتمی سنشان هم در اکسن ادخل کمتر از نیم سنم هسته. ما مفتخار میکنم که هموطنهای جوان خودتان استیم با خود نزدیک بسازم. شفیع یارستم، بفرمایید. آقای شفیع یار سلام. سلام هستم. خوش شدم که شما را به طریق تلویزیون میبینم و از یک موضوع میخواستم براتون بگویم که لطفا همین کسایی که نوکرای آیسای هستن اینا را از مردم خواهش کنیم که معرفی بکنن و تمام مردم تا بشن میشنن. مثلا همین عبدالخالق فرایی را که آوردن در اونجا شاندن، این آدم نفر نیم نمبر یک پاکستان است. دیگه مردم هم اگر بتنن اینا را رسوا بزنن و مردم می فهمن که با کی جانب هستن. خدا اصلا از آقای فرایی که باید بالاتر بریم، مقامات با مراتب بزرگتر حکومت ما یا مستقیما نفرای آیسای هستند
یا برای سای مستر خدمت میشن یا ما باید با پای بخیزیم. در افغانستان یک انقلاب در حال شدن است و باید نشه ببخشن، باید شوه. ایجا یک آتش است که کلگی ما باید در زیرش پف کنیم و چوب پرتیم تا که مردم ما با قوام بیاین. امی خشم 35 ساله مردم خدا جهت بتیم، از ای آتش دوزخ از خشم مردم خود به طرف شرق و جنوب و از سرعت تیشیم به طرف پاکستان. اونو میتونه که مملکت ما را نجات بده. متاسفانه چونی حکومت دست نشانده یا ایسای است و دیگه شبکه جسی اینا کسایی را دیجه میارن که برشان گفته میشه گپ ما دیجه ارزش نداره، گپ ریزگل ارزش نداره. از این خاطر است که ما باید بخیزیم، و خصوص در بیرون مملکت که آزادی بیان زیادتر وجود داره ما باید یک جاشیم. این جنگای لسانی و نژادی که هزاره سوی ازبک سوی پشتون سوی ازی این را باید پس کنیم. بین می رقم وطن ما را این آتش زدن، دست خدا با یکی دیگه بتین. شفیع یار هستم، بفرماین. شفیع یار هستم، بفرماین. بله، سلام علیکم. سلام خوارزم. اسم من نفیسه هست، سروری تخلص میکنم از دیری هستم. بسیار خوب خانم سروری، خوش آمدین. اول آمدن سان لایف به تلویزیون آریانا افغانستان تبریک میگم. تشکر. همیشه پروگرام هایتان از شروع پروگرام مدیدین پاله چه پروگرام های خوب. بله. و درباره خانما که برنامه های بسیار خوب و بسیار خوب و دلچسب داشتین هم تشکر میکنم در گذشته. بله تشکر. باز هم وقتی اتا میخوایم آل وقت تنم میگیرم چون پروگرام اولین پروگرام لایف است. در آینده اگر تلفون های ما رخ شوه و موفق شویم سوال های بسیار زیادی از خودت خواهیم داشت. تشکر وقتی اتا باز هم میخوایم. سپاسگزار هستم خانم سروری عزیز، منتظر تلفن شما می باشم. شفیع یار هستم، بفرمایید. شفیع یار هستم، بفرمایید. السلام علیکم شفیع جان. شاهین هستم، حکیمی تخلص میکنم از آمبورگ گپ میزنم. آقای حکیمی خوش آمدید. شکر که جور میبینم اتانا. میگن که بس که از خوبان عالم بیوفایی دیده بعد از این در انتخاب خیش دقت میکنم. بسیار خوب، شروع هوشیاری از همی جسته، بفرماین. مطلب من می بود که آن محترم اشرف غنی آمده یک آدمه که مثل لپه و ریخ بیاره ما گفتیم خیلی یک چیز تفاوت نه بعد از این کرده ایسا دیگه یا هم یک دکم آدمه که خود فروش خویی کند این از ما پیسه می خواهد او تو نمیشه جناب شفیصه که امی مردم ما خود ما پیسه بدیم. امی خود افغانا افغان مثلا افکار باشه، غریب، غربه، گردهیگر، اسپندی این همی ها ده در افا بر از همی ها بوده ایرونا دولار میشه برشون مقصد خود سر خود افغانا خود بفروشن ایچی دیگه سر پاکستان خود هم بفروشن امی خود هم آمقا پیسه بوده بشن که زمان خوششون سر کن امی خود هم برشون پیسه بوده امی مردم هایی که خود هم پاکستان بفروشن بیان با ما خود هم بفروشن من خود افغانای خود بفروشن اما قفایت داشتن که لکه لکه رو خواهید اشرف غنی معاشد 50 لک 100 لک دلار است ما بر 1000 دلار تهیه میکنیم از پیسه گشنا غریب بیچاره قرضدار کراچیوان از او بر تا پیسه جور میکنیم بیادر نخوره با پاکستان بفروش نه با امریکا بفروش همین مردم غریب بیچاره تا زیر به حالت دیگه این همه خمه خواستم بگویم دیگه شکر که شما هستین الهی شکر که هستی ما بسیار هم امروز خوش هستم که امیل کتت صحبت نکنم یک دنیا رو بخشیدین بابا. سپاس گذار هستم دوست هستم. یک اشتباه که این گفتین آقای اشرف غنی خود فروش، کاش که خود فروش می بود ما را فروخت، کاش که ما فروش می بود وطن را فروختن، مردم را فروختن، بچه ریزگال خون بچه ریزگال فروختن. ما و شما یه گپ خوبه که وازی که ما افغانستان چوبخط بود نه چوبخط نانوای، اما پیسه چوبخط نانوای نتیم بیا بتیم
همی کردی خودم آزاد هستم بتم همی پیران خودم کتی یک از زیر پیرانی همی جا بیم کمیا وطن نفروشن مگرال وطن فروش همی خزیات هست که امونان خودم بتیم نمیشه. شفیع آور هستم بفرمایید. شفیع آور هستم بفرمایید. زمان بر صوفی و ملا سلامی پیغام خدا گفتن ما را ولی افعالشان در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفی را. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای شفیع. شعر از علامه اقبال لاهوری بود کاملا محمد رایی استم. بسیار خوشحال شدم شما را زنده در صفحه تلویزیون میبینم. با وجود شما افتخار میکنیم. سپاسگزار هستم آقای رهایی. با مقاومت و مردانگی این دشمنای مصطفی و جبریل و الله مغلوب ساختید. نام خدای شما قربان مردانگی شما. در وقت شما رو بسیار نمیگیرم. من هم با مو گپای آقای هنون محافظ چیستم هم نظر هستم که شما کوششتون با مو رابطه بسیار زیادتر متوجه بسازیم که امروز خرابی ما کل اگه از دست یعنی منافقت های چی هست چی میگه دین فروش ها بگه. شما را به خداوند کریم بسپارم با مان خدا. سپاس گذار هستم دوست عزیزم به ما افتخار میبخشین. ما هیچ فکر نمیکردم که اقدر ما امروز شما نزدیک هستم. اخ تو فکر نمیکردم که ما تانستیم ازارها و ده ها ازار پل آباد کنم و تا قلب های شما و چشمای شما فاصله را کوتاه بسازم و در چشم های خود و قلب های خود یعنی ما میتونم عوض قلب قلب ها بگویم چون وجود هر کدام شما در بدن ما یک قلب دیگه است. خوشحال هستم که من برای شما قدر نزدیک هستم. شفیع آرستم بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام عرض میکنم. ما ام نظرتم امرای شما در سه پاکستان جنایتکار و طالبای جنایتکار و آمیانشان که حتی آمیان بزرگش که انگلیس باشه در آسدو و بی رادیو بی بی سی و تلویزیون بی بی سی فارسی که یکی از آمیانشان است که تبلیغ این کثافت ها را میکنه. بله. دوم آقای حیار من یعنی تک متعرف شدم که چرا خودت همیشه از این طالب های کسیب و ایدیایش هم میمانی اما از طریق ایران فاشس افغان هایی که در چی از طریق ایران انتجارات میکنن من انگذاری میکنن در یوتیوب هست همش از اموطن های خودت هست. من ایران هستم که چرا اتابالی مثلا امی اشخاص چرا ویدیوهایش هم ایمانی یک بله. دومه که آقای ایار خودت یکی تخلص تو از ایار اما اصلی خودت سید شفیع ایار هستی بله؟ بله. سید شفیع ایار هستی چرا از اصل است که از عربستان است از عرب است چرا از اون خودت انکار میکنی یک دومه که دیگه خودت از برادرهای اهل تشیع هستی. من احترام میکنم به همه برادرهای اهل تشیع خود. نه خود مثلا در قاموس فارسی در کلمه وجود که احترام به کل سیدای افغانستان چی در پشتون هست چی در فارسی زبان هست چی در عطو زبان عواره اینالی چی تو شد خودت تخلص عیار به خود باندی در قاموس افغانستان در قاموس فارسی سعید ایج وقت به خلص عیار شده نمیدارن این را میخواستم گراجی در این چیتون بگو یکی دیگم به خاطر همی ایران که جنایت هایی تو میکنه و اولا تشکر. در قسمت از این که ما از عربستان هستم و عربستان بودن خدا پد کردیم ما خدا همی جو اکسیلی باید دهیم اما خدا میدانه که ما از عربستان هم هستیم یا نیستیم. یک وقت مردم های مناطق وقتی که عربا حمله کرد مردم ها را قتل عام کردن باز از ایران او هم کامله بود خدا عرب گفته اولاده پیغمبر گفته خدا سید اعلان کرد و مردم های بیچاره از این سرزمین ها
وارخطا وارخطا والی سد دست ماچ کو که همی از عربی ها میاد داشتی یا از هر جای که آمده بودی دیگه دست ماچ میکنن اولاده پیغمبر میگفتند. بناهن دنیای اسلام که شما ببینین از یک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیبی دنیای اسلام سید شده. و ما امیره در قسمت خود شک کردم، گفتم شاید امی ما سید باشیم یا شاید نباشیم. و باز در سید بودن تنها کفایت نمی کنه که خودت سید باشی و اعمال زشت داشته باشی، بناهن اعمالت باید اسلامی بسازی. اگر اعمالت اسلامی بسازی امی خودش یک لقب بزرگ اسلامی برات میده. بناهن ما مجبور نیستم که سید باشم، برعکس از این که مردم از این در افغانستان بسیار افتخار میکنن و خوش دارن که از این به منفعت خود استفاده کنن، اما ما این کار نمیکنم. تخلصم چرا عیار است؟ به خاطر که خوش دارم و ما کوشش کردیم که نه تنها تخلصم باشه بلکه از بسیار سن خورد ما کوشش کردیم که یک آدم باشم که امی خصوصیات در خود داشته باشم بدون از این که ما کوشش کرده باشم. امی یک رقم که ما رشد کرده دیگه کلام سوال ها گفتین شیعه ما از پغمان استم، خود سیدای پغمان پدرم سید اولیا است و ما سنی هستیم. اما ای که خودت از کجا با کدام اساس مرا شیعه میگی ما از یام متاثر نمیشم. از دید ما بعد از ای که ما قرآن خواندیم اگر با ما بگویی که واقعا خود سونیستی، شیعستی، اسماعیلیستی چیستی، ما برای شما میگم که ما یک مسلمان هستم، یک خداوند است، یک پیغمبر است برای ما منعیس مسلمان و یک کتاب از قرآن برای ما. اگر خودت به افتخار میکنی که سنی هستی یا واقعی دیگه شیعه یا واقعی دیگه اسماعیلی یا چیز دیگه، این مسئله شما است. از ما اونم اون مسئله نیمه ایم ز ترکستان، نیمه ایم ز فرغانه. آخری تلفن شما را میگیرم، خوش دارم ساعت ها در خدمت شما باشم. مش نمونه خروار اینمی فکر کنیم که سوال های دیگه شما را به می ترتیب جواب میدادیم. اینمی آخری تلفن است. شفی آور استم بفرماین. بله آقای ایاز، سلام و احترامات خدمت شما، خدمت همه همکارای شما تقدیم میکنم. سلام به شما. بسیار خوش شدم که با شما وصل شدم. از دیرها میخواستیم که همزبان شویم، صحبت کنیم. خب علاقمندان زیادی داریم در اجتماع. بعضی وقتا مردم انتقادات داره، خودم هم شدم. امروز خوش شدم که با شما تماس گرفتم. ما همگی ما شما را که از هر نقطه دنیا وصل میسازه، غم و رنج وطن ما میسازه. اکثر ما را درد گره میزنه. بله رنجش وطن ما شما را وصل میسازه. بله اما این وطن امروز به دست خونخورای بسیار بزرگ افتیده. بله امروز در افغانستان حکومت ما دست نشانده است، طرف ملت انتخاب نشده. باید داشته باشیم که ما یک دقیقه دیگه دارم. بله او با کسر انتخاب کردن کناب به غم ملت نیستن دیگه. ما در یک قسمت میخوام به شما هم یک چیز بشنوام، زیادتر میخواستم گفت بزنم چون وقت نداریم. سا خوش شدم به شما تماس گرفتم، انشاءالله در این دار زیاد گفت میزنیم. خدا حافظ شما. خب سپاسگزار هستم از سخنان شما. در واقع من در اینجا کدام سوال متوجه نشدم که جوابتم. امی گپایی که امروز داریم در واقع در رابطه با امی سخنهای گرانبهای شما بوده. وقت ما دوستای عزیزم به پایان میرسه. خانم سجده جان زیبا در استودیو تشریف دارن و دیدنشان برای ما یکی که خوش میسازه، دیگه ای که میگه که آقا جای اعلام کن تا برنامه دیگه شما را به خداوند بزرگ میسپارم.